سرخط مهمترین ها. برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان. قرار است سازمان همکاری اسلامی تا این نشست وضعیت اقتصادی و انسانی در افغانستان را مورد ارزیابی قرار دهند. امارت اسلامی با کشورهای همکاری سازمان اسلامی روابط بسیار خوب و نیکی دارد. نگرانی ها از افزایش فقر و بلند رفتن بهای مواد اولیه در کشور. شهروندان کشور از افزایش فقر و بیکاری و بلند رفتن بهای مواد اولیه در بازارهای کشور ابراز نگرانی می کنند. بسیار برادر بدال است، برادر مردم ها، برادر خوراک ندارد، پوشاک ندارد. و سقوط بی پیشینه ارزش پول افغانی در برابر ارز خارجی در کشور. سرمایه اکثر این کسایی که از دست فروش است، سرمایه‌شان افغانی است. اینا هر چقدر که دلار بالا میره، افغانی اونم قرضش خود از دست میده. سلام، وقت شما بخیر. قاسم عادل‌زاده هستم با مهمترین رویدادهای این هفته. قرار است نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی در روزهای آینده نزدیک در مورد افغانستان در پاکستان برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان از آمادگی کامل برای برگزاری این نشست خبر داده و گفته است که این نشست به منظور رسیدگی به وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان برگزار می شود. امارت اسلامی با ابراز خوشبینی از این نشست از کشورهای اسلامی خواسته که با امارت اسلامی و مردم افغانستان همکاری کند. امارت اسلامی با کشورهای همکاری سازمان اسلامی روابط بسیار خوب و نیکی دارد و از این نشست هم امیدواری های ما بسیار است. ما منتظر از این میمانیم که اگر خدا خواسته باشه کشورهایی که در این نشست شرکت میکنند به حمایت مردم افغانستان، به حمایت امارت اسلامی توافقات خوبی داشته باشند و حرف های خوبی را داشته باشند. از سوی هم امارت اسلامی در جریان هفته روان گفته است که قرار است در آینده نزدیک نشست مشورتی را پیرامون موضوعات مختلف کشور برگزار کند. سخنگوی امارت اسلامی گفته است در نشست عالمان دینی از سر تا سر کشور اشتراک خواهند کرد و افزون بر مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل پالیسی سازی و وضع قوانین را از لحاظ شرعی بررسی خواهند کرد. گردآمایی از علمای که از سر تا سر کشور جمع شده باشند، علمای خبره و علمای بزرگ کشور که در مورد مسائلی که سبقه شرعی داره و باید از لحاظ شرعی راه‌های حل برش جستجو شوه برگزار می شوه. آگاهان سیاسی نشست ها را مثبت خوانده اما تاکید دارند که عالمان دینی به تنهایی نمی توانند روی موضوعات بزرگ ملی تصمیم بگیرند. برخی دیگر اما دیدگاه عالمان دینی در مسائل کاری امارت اسلامی را مهم خوانده می گویند که با برگزاری چنین نشست ها امارت اسلامی می خواهند که با دست باز کار کند. در صورتی که شورا نماینده های واقعی مردم را در خود جای بده، می تانه یک گام مثبت به سمت شعور هم‌اندیشی با مردم افغانستان تلقی شود. اما برای مسائل کلان مثل نوع نظام، قانون اساسی، برای حقوق زن، حقوق اقلیت‌ها و مسائل کلان دیگه مملکتی و ملکی نمیتونه جای یک شورای کلان ملی را تنها شورای علما بگیره. طالبان با جمع کردن علما میخوان که فتواهای خوب را بگیرن از اینجا، برای که جهان عقب نشینی همه کنند. حکومت همه شمول کار دارد، ولی حکومت همه شموله که مردم رشوتخوار، چپاولگر، غارتگر در اونجا نباشد، بلکه اولاد با خلفی سرزمین در اونجا باشد، هم از زنان و مردان. در آینده برشان دشمنه از اینا از این نقطه استفاده سو نکنند و رده های پایین جامعه را نشورانند که اینا برخلاف اسلام کار کردن. بنابراین فتوای علما در اینجا برشان بسیار اهمیت داره. با توجه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان، به نظر میرسد که نشست ها در قسمت بهبودی وضعیت سیاسی و اقتصادی مؤثر نبوده و نیست. هویداست که نشست ها برای بررسی وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان برگزار می شود که نتایج چندانی در پی ندارد. با باور آگاهان سیاسی و اقتصادی کشور، تا زمانی که یک راهکار اساسی برای تغییر وضعیت سیاسی و اقتصادی در کشور
کشور از سوی مسئولان حکومت فعلی روی دست گرفته نشود و روند یک تعامل سازنده با جهان آغاز نگردد و این است که کشور را از بحران نجات داد. در نشست‌های قبلی هم که در مورد ارزیابی افغانستان توسط کشورهای جهان برگزار شد، بارها تاکید گردید که امارت اسلامی باید حکومت همشمول را در افغانستان تشکیل داده و به حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام بگذارند، تا اینکه از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و تعاملات سازنده و داد و ستدهای تجاری به گونه رسمی میان جهان و افغانستان آغاز شود تا افغانستان از وضعیت فعلی نجات یابد. اما تا کنون دیده می شود که به این خواست جهان لبیک گفته نشده است. بنابراین با توجه به فقر روز افزون در کشور ایجاب می کند که امارت اسلامی به خواست جامعه جهانی لبیک گفته و در جهت تشکیل یک حکومت فراگیر در کشور تلاش کنند. همزمان با افزایش بهای مواد خوراکی و سوختی در کشور، فقر و بیکاری نیز شهروندان را زمینگیر کردند. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند پس از حاکمیت امارات اسلامی در کشور، فقر و تنگدستی به اوجش رسیده و آنان مخارج زندگی روزمره‌شان را به دشواری تامین میکنند. این شهروندان از حکومت کنونی میخواهند که زمینه کار را به شهروندان فراهم نماید و وضعیت بازار را به گونه‌ای درست کنترل کند. برادر و نمو یگون دفعه که شلغم یگون فرزردگه که بگیری و نمو رو برادر جانی یگه پاو کده میخوریم دیگه. نه زغال، نه چوب، نه یک بخاری که در خانه برادر ما یک بخاری بلی که بیگه سبا برادر همونجا گرمتر که بشین. نه کسب و کار برادر قیمتی هم دوج رسیده دیگه. یک آرامی شده ما تنها یک آرامی رو چی کنیم دیگه؟ بسیار برادر بدال است، برادر مردم ها برادر خوراک نداره، پوشاک نداره، سخت نداره، برادر جان مردم بسیار وضع خراب است. اگر یک چند روز دیگه تو بره مردم بخیر از ماین مره دیگه. وضعیت اقتصاد صفر از پیش از اومد این موترا کار میکنم کلینری. هشت شرایال دارم فامیل. کار غریبی نیست. توان یک لیتر تل 90 روپیه رسیده. زغال چوب نه توانش ندارم. سه ست کلینری میکنم و حالا بیش تا خانه ششتیم. از اونی که بیکاری آدم گریه میگیره برادر. همینجا بیخی آدم ساو شده. دیگه برادر وضعیت خراب دیگه. نمانیم بگم من آر تا خانه ندارم. رسابا دکتر میگم من بعد دنیا آورده چرا که من نان نمیدیم. بابا نان که نماشیم از کجا کار کنیم دیگه. کار بچه که من کار کنیم. اولادای من در طلاف خود من 3 ماه که جور من میداشتن مجبوری این قدنزی جور خمادم اون کراچی را آوردم. کارمار نیه دیگه، صبح تا بال 20 روپا هم کار نکده. واردم خلاص کردم از دست بیپیسگی، ما وارد خردن هم تیرم. اگر واقعا حکومت فعلی که امارت اسلامی است اگر توجه نکنه به مردم، به کار یا به نیر رسیدگی نکنه، واقعا احتمال تلف شدن برای مردم میره. عملا در افغانستان باید اعتماد سازی شود که از فرار سرمایه آنان جلوگیری شود. باید شرایطی به وجود بیاید که حداقل کمک های بشردوستانه در افغانستان مسیرش بازتر شود، سهولت برای تقسیم این کمک ها بیشتر شود و به همین شکل تشخیص دهی افراد نیازمند با یک کتله عظیم کاری که بتونه این کمک ها را توزیع کنه یک راهکار آنی بر اقتصاد افغانستان بوده میتونه. در همین حال در جریان هفته روان دولت جمهوری خلق چین به ارزش 14 میلیون دلار آمریکایی از کمک های بشردوستانه ایشان را برای مردم افغانستان به وزارت مهاجرین امارت اسلامی سپرد. سفیر چین در کابل گفته است که کشوری چین در نظر دارد تا کمک های بیشتری به ارزش 40 میلیون دلار آمریکایی برای مردم افغانستان مساعدت کند. با این حال مسئولان وزارت مهاجرین این کمک ها را در شرایط فعلی پسند نمی دانند و از کشورها و نهادهای امدادرسان جهانی می خواهند که در زمستان پیشرو با مردم افغانستان همکاری های بیشتری بشردوستانه نمایند. دولت چین در شرایط بد اقتصادی در کنار مردم افغانستان بوده و بعد از این نیز خواهد بود. چین تعهد دارد تا در آینده نزدیک 40 میلیون دلار را برای مردم افغانستان کمک کند. د مرستونه بیا هم منګه مننه کوم د ټولو الباسه او د خوراکي موادو چې حدود په مجموع کې قیمت 14 میلیونه شاوخوا ډالر کیږي. د دې دوهمه برخه د الباسي چې کمپلي او جمپري دي دا نن دلته راورسیده. از سوی هم بنیاد خیریه دیانت ترکیه برای 500 خانواده بیجا شده و نیازمند در کابل کمک کرده است. مسئولان این بنیاد خیریه وضعیت بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده و از جامعه جهانی خواستند که برای مردم افغانستان کمک های عاجل بشر دوستانه فراهم کنند.
خانواده های بیجار شده و نیازمند میگویند اگر در زمستان پیشرو به مردم افغانستان کمک های عاجل صورت نگیرد فاجعه بشری در کشور رو خواهد داد. مردم ترکیه در طول تاریخ با مردم افغانستان رابطه نزدیک و همکاری داشته و اکنون در این شرایط بحرانی این وظیفه انسانی ماست که برای مردم افغانستان کمک کنیم. Mülteciler Bakanlığı ile birlikte yine 2000 aileye. Biz şu anda da Afganistan'daki mevcut بنیادی خیریه دیانت با وجودی که در بخش های مختلف برای مردم افغانستان کمک کرده در شرایط فعلی در نظر دارد که برای 2000 خانواده نیازمند کمک کند. این کمک ها ادامه خواهد داشت. با در نظر داشت وضعیت بد اقتصادی که فعلا در کشور حاکم است، کمک های بشردوستانه که از سوی بعضی کشورها به افغانستان صورت میگیرد بسنده نبوده و نمیتواند جلوی فاجعه بشری در افغانستان را بگیرد. در حال حاضر اکثریت مردم کشور زیر خط فقر به سر میبرند و نان برای خوردن ندارند. هرچند بارها اولان از ریختن طرح و برنامه سخن گفتند، اما در عمل هیچ تغییر مثبتی در وضعیت به وجود نیامده است. گرسنگی و فقر در حالی که نرخها به صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابد، یک بحران بسیار جدی است و نهادهای مسئول به صورت بلاواسطه در قبال آن مسئولیت دارد. با سقوط دولت پیشین صدها هزار نفر در کشور بیکار شدند و اکنون که گرانی افسار گسیخته را در کنار بیکاری و زمستان سرد پیشرو بگذاریم، چیز جز قحطی و گرسنگی از آن در نمی‌آید. حکومت سرپرست امارت اسلامی از نظر قانون عرف و اخلاق مسئولیت دارد که وضعیت را کنترل کند. زمان برای از دست دادن نیست. هر اقدامی که در نظر است باید هرچه سریعتر به دست اجرا سپرده شود. گرسنگی و قحطی بر زندگی مردم سایه انداخته است. این سایه سهمگین به خودی خود کنار نمی رود. این وضعیت شوخی بردار نیست. مسئولان دیگر نباید زمان را از دست بدهند. باید معیارهای بین المللی را تکمیل کنند، با جهان وارد تعامل شوند و با گرسنگی به صورت عملی به مبارزه برخیزند. در جریان هفته روان ارزش پول افغانی در برابر دلار از مرز 120 افغانی گذشت. اتحادیه صرافان سرای شاهزاده در کابل گفتند که در جریان روزهای همین هفته واحد پولی کشور 14 افغانی ارزش خود را از دست داده است. مسئولان قاچاق و کمبود دلار در بازارهای کشور را از علتهای کاهش افغانی در برابر دلار عنوان می کنند. با سقوط بی سابقه ارزش افغانی در برابر دلار قیمت برخی از کالاهای استراتژیک به شدت افزایش یافت. بانک مرکزی اما از حفظ افغانی در برابر دلار سخن میزند. امروز هیچ نرخ دلار معلوم نیست، به خاطر که سرای شاهزاده بولی دلار نیست، هیچ نرخ معلوم نیست، بیخی سردرگمی از بازار. سرمایه اکثر این کسایی که از دست فروش است، سرمایهشان افغانی است، اینا هر چقدر که دلار بالا میره افغانی اونم قرضش خود از دست میده. این مردم بیچاره یک بودجه‌ای خریده نمیتونه. فکر کنم من در بانک 10000 افغانی دارم یا 20000 افغانی دارم. حالا که من میبرم میره در بازار 4 بودجه برای من نمیشه، 3 بودجه 5 بودجه برای من نمیشه، به خاطر که نرخ بلند افتاد. شما میفهمید که دلار بلند است. ما در تلاش هستیم تیزم پول خود بکشیم که بانک واسه شده که چی کنیم، چون پیسه میسوزه دیگه و کل این مردم که زمین فکر هستن. هیله مندیشته چې د مرستو د دې کڅوړو پراتک سره به د افغانۍ ارزښت په مطلوب حد کې وساتل شي. د افغانستان بانک رهبری هڅه کوي چې له هر ممکنه لارې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت وساتي. در پی این نگرانی ها و کاهش سریع ارزش افغانی در برابر ارز خارجی، شماره از فروشگاه های بزرگ مواد غذایی در کابل بسته شده و قیمت مواد غذایی نیز به شدت افزایش یافته است. شماره از شهروندان کشور در واکنش به افزایش قیمت ها از امارت اسلامی می خواهند جلو افزایش بهای مواد اولیه در کشور را بگیرند. امارت اسلامی اما گفته است برای حفظ ثبات پولی کشور کمیسیون اقتصادی دست به کار شده است. یک بجور 6 تا تفاوت آمده. روغن هم در 3400 است، او وقت تا 2700 بود. 700 در یک پیپ روغن تفاوت آمده. در یک بوتل مایه 300 چند تفاوت آمده. یعنی میخواد تفاوت های زیاد آمده. کلی گریخت در سرانگرا دیگه رقم چور واری است فلان. یا وضعیت از ما مردم از کل مشتریان خیلی خوب نیست. خرید از ما در دلار است، فروشات از ما در افغانی. امی افغانی ریکال در سرای مور مر پر 2 لک 3 لک افغانی از جیب خود توان بده میلا اون دلار مردکار رو پر امنیم. یا حتما کلی از ینگرا خواب است در نظر از ما. کمیسیون اقتصادی کابینه امارات اسلامی افغانستان با ریاست محترم مولوی عبدالسلام حنفی معین اقتصادی ریاست الوزراء موظف شده است تا برای ثبات پول افغانی
اقدامات عاجل و تدابیر جدی را انجام دهند و به خصوص گام‌های فوری برای جلوگیری از قاچاق دلار، انتشار پول جعلی افغانی و همچنان از بین بردن عواملی که اثرات بد و منفی بر ارزش پول افغانی دارد بردارد. در همین حال سازمان غذایی جهان بار دیگر از فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار داده و در گزارش تازه خود گفته است که 98% از شهروندان افغانستان غذای کافی ندارند و فروپاشی اقتصادی می تواند در سال آینده به یک فاجعه انسانی منجر شود. در همین حال مقام‌های پیشین آمریکایی از خطر فروپاشی اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده از آمریکا و متحدانش خواسته تا هر چه زودتر به نجات این کشور بشتابد. امارت اسلامی اما از بهبود وضعیت اقتصادی در کشور خبر داده است. بحران پیچیده اقتصادی، منازعه و خشکسالی باعث شده است که خانواده های معمولی اکنون به سختی بتوانند با آن کنار بیایند. ما نیاز به کارهای زیادی داریم تا از تبدیل شدن این بحران به یک فاجعه جلوگیری کنیم. بحران اقتصادی در حال حاضر حاکم است، چون مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنند. مردم کار خود از دست داده، زمانی که کار از دست داد به شکل اوتومات فقر به وجود میاد، به خاطر از اینکه اونا باز قدرت ازیره ندارن که امرار معیشت بکنه، قدرت خرید از اونا پایین میاد. فعلا بحران اقتصادی موجود است، ولی اثرش بیشتر به فعالیت های اقتصادی است، چون از کشور سرمایه فرار کرد. چی سرمایه اقتصادی بوده، چی سرمایه انسانی بوده، تمام سرمایه ها فرار کرد و در حال حاضر بسیار به شکل اندک معاملات تجارتی وجود داره. اعتماد و اطمینان دیگر برای ملت شریف خود و برای ملت غیور خود ایرا میدیم که الحمدلله روز به روز وضعیت اقتصادی افغانستان رو به بهبود است و از هر طرف کشورهای همسایه ما و کشورهای منطقه‌ای همه خواهان سرمایه گذاری در افغانستان هستند. افزایش به پیشینه ارزش دلار در بازارهای افغانستان وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده‌تر کرده است. در جریان هفته روان یک دلار تا 120 افغانی در بازارهای کشور تبادله شده است. پس از اعلام نرخ دلار، فشارها بر بازارهای ارزی سبب شد که مسئولان تصمیم به بسته کردن این بازارها بگیرند. با توجه به وضعیت موجود، به نظر می‌رسد که ارزش دلار همچنان در حال تغییر است و این مورد مستقیم روی قیمت مواد و سرانجام فقر در کشور تأثیر می‌گذارد. افزایش ارزش دلار و افت پول افغانی دلایل متعددی دارد، اما یک دلیل آن عمده است. در حال حاضر که کمک‌های بین‌المللی متوقف و ذخایر ارزی بانک مرکزی مسدود شده است، تقاضا برای دلار در بازارهای افغانستان با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. در این میان وجود دو خواست مخالف هم سبب گسترش بحران اقتصادی شده است. شهروندان تلاش دارند که دلار خریداری کنند تا در صورت افزایش نرخ دلار زیان نکنند و این ترتیب آنان برای این کار به بازارها مراجعه می‌کنند. از سوی دیگر صرافان از فروش دلار خودداری میکنند و دست به احتکار میزنند، زیرا باور دارند که اگر امروز دلارهایشان را بفروشند، فردا ارزششان بلند میرود و زیان میکنند. به این ترتیب بزرگترین موضوع در کاهش ارزش پول ملی، چالش افزایش روز افزون تقاضا و کمبود دلار است که به آن مشکل نقدینگی میگویند. در گسترش بحران کنونی و افزایش روز افزون ارزش دلار، همه طرفها به گونه خواسته یا ناخواسته نقش دارند. صرافان، مسئولان فعلی و جهانیان بیشتر از همه در این وضعیت مقصرند. صرافان برای که مبادا ارزش دلار بلند برود، دست به احتکار میزنند و از ورود آن به بازارها جلوگیری میکنند. امارت اسلامی که قدرت را در دست دارند، در انتخاب گزینه‌های منطقی عاجز هستند. با توجه به وضعیت، سازمان ملل و کشورهای کمک کننده باید هر چه زودتر کمک‌هایش را به شکل نقدی وارد افغانستان کند تا از یک سو مردم اجناس را بر اساس نیازشان خریداری کنند و از سوی دیگر پول نقد در بازار افغانستان به گردش درآید. صرافان نیز باید با درک وضعیت کنونی افغانستان از احتکار دلار دست بردارند. احتکار در شرایطی که مردم با خطر روبرو هستند کار غیر انسانی است. همچنان حکومت سرپرست امارت اسلامی باید هر چه زودتر برنامه عملی را برای جلوگیری از گسترش دامنه این بحران روی دست گیرد. در جریان هفته روان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته است آمریکا در حضور 20 سالش و افغانستان در هفته 300 میلیون دلار هزینه کرده است. بنابراین خروج نظامیان آمریکا از افغانستان یک تصمیم درست بوده است. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه یک بار دیگر از آمریکا خواستار آزاد کردن پول‌های افغانستان شده و گفته است تحریم‌ها علیه افغانستان هیچ فایده‌ای
نخواهد داشت. من از اول با جنگ در افغانستان مخالف بودم. ما در طول 20 سال گذشته هفته 300 میلیون دلار در افغانستان هزینه کرده ایم. همه می گفتند که شما می توانستید بدون آسیب رسانیدن به کسی آنجا را ترک کنید. اما هیچ کسی نگفت که این چگونه می توانست انجام شود. باید کشورهای منطقه و همسایه هم تلاششان به این باشه که یا به سبب میانجیگریشان در میان افغانستان، حکومت افغانستان و کشور آمریکا سبب این شود که سرمایه های مردم افغانستان را که آمریکا مسدود ساخته و منجمد ساخته دوباره رها بکنه تا مردم بتانند که به زندگیشان به صورت درست ادامه بدهند. با باور آگاهان آمریکا برای منافع خودشان هزینه هنگفت به افغانستان نموده و با خروج غیر مسئولانهشان افغانستان را در وضعیت دشوار سیاسی و اقتصادی قرار داده است. آنان می افزاین هزینه آمریکا در افغانستان هدر رفته و این کشور برای بهبود وضعیت مردم افغانستان کاری نکرده است. با باور آنان آمریکا به بهانه سرکوب القاعده به افغانستان حمله نظامی کرد، اما در اصل در پی منافع خودشان بوده تا با ایجاد پایگاه نظامی در منطقه مسلط باشد. این 300 میلیون دلار در هفته پولای هدری بود که نه به درد افغانستان خورد، نه به امنیت افغانستان، نه به ثبات افغانستان، نه به حفظ ارزش‌ها در افغانستان، نه به مردم ما کدام خدمتی ناکردن. بعد از اینکه ماموریتشان و اهداف خود را اینا به حساب به دست آوردن، از افغانستان غیر مسئولانه و غیر اخلاقی فرار کردن. هزینه‌هایی که آمریکا در طی 20 سال گذشته در افغانستان انجام داده و امروز رئیس جمهور بایدن متوجه شده که 20 سال آمریکایی‌ها در افغانستان هزینه مالی داشتن، اونها صرفاً به خاطر منافع آمریکایی‌ها بوده و اهداف آمریکایی‌ها تحقق پیدا می‌کرده. و گزارش اخیر این که شمار از فعالان حقوق زن در جریان هفته روان در یک کنفرانس خبری خواستار سهم زنان در حکومت جدید شدند. آنان از مسئولان امارت اسلامی خواستند که به حقوق سیاسی و اجتماعیشان احترام قائل شده و زنان را از حقوق اولیهشان محروم نکنند. فعالان حقوق زن با استناد از دستورات دین مبین اسلام میگویند که نقش زنان در جامعه با ارزش بوده و مسئولان امارت اسلامی نیز مطابق شریعت اسلامی به حق زنان پایبند باشند و به بهانه های مختلف مانع دستیابی به حقوق بشری آنان نشوند. از سوی هم آنان از افزایش خشونت ها در برابر زنان شکایت کرده و از مسئولان امارت اسلامی خواستند که برای جلوگیری از افزایش خشونت‌ها توجه جدی داشته باشند. ما در این کمپین 16 روزه اعلان خود را برای تمام جهانیان دادیم تا از این پروسه خشونت بزرگ برای علیه زنان افغانستان است ما را حمایت کنند و صدای خود را به خاطر زن افغان، دختر افغان بلند کنند تا ما بتانیم پس دروازه‌های مکاتب، دروازه پانتون‌ها و بالاخره به خاطر مشارکتشان در مسائل سیاسی و اجتماعی و کارشان در اجتماع باید باز شود تا که دیگر مشکلات وجود نداشت. در پول ازی میخواییم که حقوق دیگه که زنها دارن که فعلا به یکانده معلوم قرار دارن، مثلا حق تعلیم و حق کار و حق مشارکت اجتماعی زن هاست و حق مشارکت سیاسیشان است. ما زنای بسیار نخبه داریم، زنای دارن که دارای تحصیلات عالی است، دار تجارب بسیار خوبی کاریستن، در بخش خود زن ها کار کردن، در بخش اعمار مملکت سهم داشتن و کارهای بسیار تجارب خوبی دارن، زنای تحصیل یافتن یا پس زمینی کار بشن مساعد شوند، از نینوی ازی از توانمندی ازی برای اعمار و آبادسازی و سرسبزی مملکت ما استفاده شود. سعی است که نظام ها تغییر میکنه، نظام های سیاسی جاگزین یک نظام جاگزین دیگر نظام میشن، اما مردم متضرر نمیشن. اما متاسفانه در مملکت ما همیشه زنها قربانی دادن، همیشه مردم عام قربانی دادن، مردم ملکی قربانی سیاست های زمامداران شدن، قربانی سیاست های جوامع شدن. اما همین خواست ماست که ما قربانی سیاست های بیرونی نشیم و مردم ما دیگر برشان بس است همه قدر زجر و مشکل و فشاری که دارن. مرتکبین جرایم خشونت علیه زنان باید شناسایی و مطابق اصول شریعت اسلام و قانون مورد تعقیب عدلی قرار گیرد. ما از مسئولین امارات اسلامی افغانستان می خواهیم هرچی عاجلتر در تشکیلات عدلی و قضایی 34 ولایت کشور
سرانولی های من خشونت علیه زنان و محاکم من خشونت علیه زنان را دوباره فعال سازد. بینندگان عزیز، تشکر از توجهتان در برنامه این هفته. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقات خوش، خدا نگهدار.